gentlemen, this is your captain speaking. Please be seated. We are landing. بینندگان خوب و دوست داشتنی، به یک برنامه دیگه از سری برنامه های Everyday Holiday خوش اومدید. امیدوارم وقت این رو داشته باشی که تا پایان این برنامه من، دوست، همکار و همسر عزیز جناب آقای عبدالشاه رو همراهی کنید. سلام علیکم. یعنی شما هم تبدیل مقدمه میدونی چرا اینجوری معرفتون کردم؟ میدونید سرا؟ تو میدونید که چرا اینقدر هنوز دارم دست میزنم؟ برای همین دسته اونجوری معرفی تو کردم. الان اگه قبل از اینکه من وارد شم شما اون دست رو زده بودی، من میگفتم بینندگان عزیز، این شما، این دوست، همکار، میدونید دل به کار میدادم. ولی چون اومدی من همه خشک و خالی وارد صحنه میشم، بعد میذاری دست و بوق و جیغ و کره برای خودت، من اونجوری معرفی. ببین شما، آخه شما ببین آدم باید نگاه کنه. نه اجازه بده، من الان تماشاگر رو میرن الان از این نمیرن. من یه سوالی از شما دارم. شما واقعا هنوز متوجه نیستید که من در شوکه تاریخی قرار دارم الان؟ یعنی الان کسایی که دست زدن، این تماشاگر که الان اینجا هستن، که چه فرضی وقتی شما شروع کردین چیزی نگفتن، ولی کل بعد داری الان دوباره نمک میدی. نه عکس العمل نشون ندادم وقتی شما اومدید، ولی وقتی من اومدم این کارو کردن، چون میدونن که واقعا من در شوکه شدیدی قرار دارم. میدونن نمیدونن؟ شما دفعه پیش این کار کردیم، ما گفتیم تجربه نداشتی، از بی تجربگیتون بود و اینا، بخشیدیم. دفعه دوم میگن چی؟ یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک. حالا تا به سه بار رسید، شما به برگرد. من دوباره از امیگریشن کانادا تماس گرفتم. آقای عبدالشاه برگرد، من دوباره اول دستو برای من بزن، الان برای من خیلی مهمه، مسئله حیاتی عزیزم. من وقت خوب معرفیت میکنم. نه با یه دست بزن. من اینو دارم میگم. من دارم اینو دارم میگم. همون در همون هم انرژی لو معرفی کنم. نه دارم اینو میگم. با لو انرژی. من دارم اینو میگم. دست نمیزنی؟ میگم که الان این شما و این جد شما و این جناب آقای عبدالشاه. خوش اومدید. بفرمایید. خانم بهارک. بفرمایید. از طرف امیگریشن کانادا با من تماس گرفتن. مهم نیست. آقای عبدالشاه. باور کنید تماس گرفتن. مهم نیست. به خاطر اینکه میدونی خب خانم نوشافرین اونجا برنامه داشتن. به خاطر خانم نوشافرین. نه، سولدات کردن. بعد شهردار و نمیدونم خیلی از کسای آدمای حساب، یعنی قدرتمند در اونجا بودن. شنیدن که من گفتم من میخوام بیام موف کنم کانادا. آها باور کنید من داخل خب با شما تماس گرفتن، خانم طریق نوشافری اونجا بودن، یه نوت شدن به خانم نوشافن، روش یه چیزی نوشتن. حالا چی نوشتن؟ که 100% دعوت کردن، تقاضا پناهندگی کردن. نه پناهندگی چیکار کردی؟ پناهنده که من شخص بنده پناهنده. چرا نه؟ آدم وقتی یه جا مشکل داره میره یه جا تقاضا پناهندگی. سکه کانادا رو میاد، یعنی جدید اصلا حساب کردن، گفتن دلار کانادا من برم اونجا از آمریکا میزنه بالا. یه باد بزن به من بدین در این مواقع اتاق کنترل. ببین وقتی که همسر آدم به آدم اعتماد داره، من چقدر باید بشینم جا عرق بریزم هرس بخورم؟ الان بنده و خیلی از دوستانی که میشناسم همه دارم میرم به طرف کانادا.
شما هر کاری بکنی من نمیتونی بکشونی به حاشیه و ما چون وقت برنامه‌مون محدوده فقط به خاطر اون ما میخواییم که حالا نه ها چه اشکالی داره یه مدت کوتاهی 10-20 سال مثلا اینطوری 10-20 سال آره کوچولو بریم کانادا ببینیم اون چه خوش خیلی بخوای بری بخاطر اون حاشیه‌ای که داری میخوای بری 4 سال بعد بری چرا 10-20 سال الان یک هفته است که واقعا درست نفس نمیکشم. شما مگه خوبیه شوهر؟ انشالله همیشه سالم باشی. خب یه چیزی حالا من از شوخی میخوام بگذریم. ممکنه ها ممکنه که مثلا چون که دفعه قبل که اومده بود خب خیلی کارهای عجیب غریب کرد و خیلی جدایی انداخت بین مردم. ممکنه خانمش شنیدم که با چوب این دفعه بالا سرشه. بازم خانوما، یعنی ببین چوب بالا سرتون نباشه دیگه من زبانم قاصر از اینکه شما چی کار میکنی یعنی چوب بالا کله هاتون نباشه. همیشه میگن پشت سر هر مرد موفقی یه خانوم با چوب وایساده چون حرف معمولی رو گوش نمیدن، اون چوب و چماق احتیاجه درست. که این آقا رو هدایت میکنه به راه راست. به هر حال اگر این کارو بکنه مگه که ملانی از پسش بر بیاد؟ شاید. ولی من خوشحال میشم به خدا. هنوز چطور در مورد خودتون توصیه های روانشناسی ما رو جدی میگیریم ولی وقتی که به من میرسه چرا و چگونه و این چیزا مشاله نیست؟ شما به نظرت اینطور میاد ولی این در حقیقت اینطوری نیست. من باور کن هر چی که شما میگید و گوش میکنم، به جز حالا در رابطه با این دوستمون که خب خورده سخته دیگه، سخته. این همه شما هرچی من میگم گوش میکنی، هرچی که جلو این دوربین قشنگ نگاه کن تو لنز دوربین و بگو ایشون هرچی تا حالا به من گفته من گوش کردم. ایشون هرچی ببینم اینجا سخت زده چیزه رد و برق اگر بزنه از بالا چیزی. نه به عنوان مدرک، به عنوان مدرک میخوام داشته باشم اینو بگو. من درستشو بگو، اگه اینجوری نبودم لازم نیست بگی. میشه هرچی ایشون میگه من باشه، اگه اینجوری بود که زندگی گلستان بود که هرچی من میگفتم. نه عزیزم شما، نه ولی من خیلی گوش میکنم. ببین من دانش این موضوعی که شما مطرح کردی ندارم، من از نظر احساس چرا دانش فهم سیاست، دانش اصلا سیاست رو فهمیدن. شما الان دو تا سوال از یعنی سیاست کنار اومدن؟ نه نه متوجه شدم. شما الان دو تا سوال از من بپرسیم من نمیدانم. بیل میورو هیچ نمیدونم. خب پس چرا باید بیام نظر کارشناسانه من راجع به روانشناسی بپرس میگم، شعر ازم بپرس میگم، حرفای تجربیات زن و شوهری بپرس پدر میگم. مادر نداره متوجه شد متوجه شدی من باید صبحانه کشتی رو دستم بگیرم ولی ایشون میخواد یا بره کانادا یا میخواد بره اعلام. نه خب من ریخت و پاشیدم الان به هم، به هم ریخته است این از نظر من الان اسکیوز من الان خیلی موجه. خیلی خب پس من بذار سکان دارم شما بفرما حالا ما همین وسط ها یه چیزی رو میدیم. خیلی خب حالا ببینم این ویکندی که گذشت کجا بودین؟ ویکندی که اصلا من کیم؟ من چیم؟ من شنبه که گذشت ما جاتون خالی، البته دوستای خیلی خوبی که روی اینستاگرام به من لطف دارن، دوستای خوب من در اینستاگرام هستن، هر روز میبینن من دارم روزمرگی های من رو میبینن و مخصوصا اگر هنرمندان عزیز لطف بکنن دعوت بکنن من حتما از اون برنامه ها لایو میگیرم، ستوری میذارم، ریل درست میکنم، روی اینستاگرام همیشه میذارم. این قسمت برای دوستانیه که اینستاگرام رو ندیدن این بله. قسمت رو که ما دعوت بودیم به کنسرت آقای صدا. من اینقدر ابی رو دوست دارم مثل شما. نه هیچ که اندازه به عنوان طرفدار رو طرفدار به هر حال نه به اندازه من نه، طرفدار من نیست. من خیلی همه رو دوست دارم ولی واقعا توی خواننده های قدیمی راست. که هستش واقعا ابی رو صمیمانه دوستش دارم و فکر میکنم ابی هم منو دوست داره، یعنی تا اونجای بعضی طرف که
نه 50%. نه خب چرا بهت میگم، ببین حالا تو ویدیو به ثابت میکنم. نه ببین چرا بهت میگم، بذار بگم. بله. خیلی مواقع هستش با یه سری مثلا دوست هستی، بله. درست؟ بله. ولی حس میکنی که دوستیه بر مبنای یک مسئله گیو اند تیک بوده، یعنی بده بستونه تا زمانی که میتونی به طرف یه سرویسی بدی، مثلا باهات خیلی صمیمیه و حالا بعضی موقع هم سرویس میدی باهات صمیمی هستن و میرن سود میکنن، اونو بمانه. ولی حالا در هر صورت اون پشت چی میگن، پشت صحنه، پشت چی باید بگیم فارسیش چی میشه، همون بکستیج، پشت صحنه دیگه. آره. وقتی یه بریکی میدن و کسان اونهایی که دعوت هستن میتونن برن اون پشت و اون خواننده که دوستش دارن و برنامه داشته رو ببینن. مهمونای زیادی بودن اون شب، خواننده خوب آقای مارتیک اونجا بودن، ساسی اونجا بود، تعداد زیادی بودن و این همراه دوست داشتنی ما آقای مسعود امینی دعوت بودن اون شب و ما ستایی با هم رفتیم. ویدیوشو نگاه کنیم. و جاتونم چقدر خالی بود اون شب. داریم میریم طبقه دوم پلوی ابی عزیز. منم بالا سلام علیکم جواب داد. سلام. حال شما. مانیتور زیاده من گیت شدم کدوم رو نگاه کنم. حالا اگه بخوایم ببینیم من چی داشتم میگفتم، بعد به آقای حبشا میگم آقای حبشا بیا با هم یه مانیتور رو نگاه کنیم، یکیمون یه طرف رو نگاه نکنی یکیمون یه طرف دیگه. بفرمایید شما راجع به این کنسرت بفرمایید. نه میخواستم اینو بگم که شما بهت گفتم فکر کنم اونم منو دوست داره، همینطوری نگفتم. آها بله آف کورس. روی استیج چندین بار ابی نازنین اومد طرف ما، سمتمون، بعد چش تو چش شدی. از کجا معلوم؟ به خاطر آقای مسعود امینی نیومدن. خب من نه، من همین می‌خواستم. شما برای خودت داری مسعود بغل دست من نشسته. بله. عمو مسعود. عمو مسعود نازنین من بغل دست من نشسته بود. بعد من وقتی که ابی نگاه میکرد نمیدونستم داره به من نگاه کنه یا به عمو مسعود. بعد دیدی گله کرد، گفت من چندین بار با شما سلام علیک کردم رو استیج. حالا گفتم پیش خودش میگه این چرا مثل برج هم تو نشسته اونجا، من دارم هی بهش سلام میکنم. بعد من هی نگاهش میکردم. نه دیگه شما هم داشتی همراهی باهاشون میکردی. خب من همراهی، ولی خب وقتی کسی سلام میکنه تو خب من خودم رو استیج بودم، مثلا اگه حالت اینا کنه با من مشکل داره مثلا. خب ولی میگم دیگه چون عمو مسعود بغل من نشسته بودن. بله داشتن اون ترانه همین قبله، کار قبله رو اجرا میکردن. خب آقای عبدشا یه ما چند ماه پیش یه سفری رفتیم به یکی از شهرهای آمریکا و اونجا یه چیزای عجیب غریب دیدیم. برای خود ما که اینجا زندگی میکنیم خیلی عجیب بود. یه ماشینایی بودن توی خیابونای سان فرانسیسکو که ما اول فکر کردیم اینا ماشینای گوگل مپن، ماشینایی که کامرا بالای سرشون بود. من بچه های من فکر کرده بودن اینا، آخه گوگل مپ که دیدیم ماشیناش با کامرا حرکت میکنه توی خیابونا و چگار میکنه آدرس ها و اینا رو ضبط میکنه و بعد گوگل مپ
حالا داستانش رو میدونیم، عکس میگیره. بعد دیدیم که نه، یه جا توقف کرد و واقعا مسافر سوار کرد. بعد دیگه بک اند فور بک اند فور فهمیدیم اینا چی هستن، ماشینای بدون راننده هستن. درسته، دور تا دورشون کامراست و یه آقای نازنینی با لهجه شیرین اصفهانی با پسرشون سوار این ماشینا شدن، سرعت اوبر، اوبر نیستا ولی و از تو فیلمبرداری کردن که این چجوری خودش بدون راننده رانندگی میکنه، میبره مسافرها و هزینه‌اش چقدر کمه به نسبت تاکسی. ولی من متاسفانه اون ویدیو نمیدونم چی شد پاک شد از صفحه گوشیم، ولی یه چیزی دیگه پیدا کردم که حداقل این قسمت خنده داره این ماشینا و اصلا احتمالا خیلیاتون دیدید، ولی حالا یه بار دیگه این ویدیو رو نگاه بکنید. ویدیو شماره 2. 1 2 بله مطمئنی؟ بله حالا بله دیگه اینجوری میگن. Driverless car, there's bumper to bumper in front of them. Another driverless car, another one. So they hold up all this traffic because they usually won't pull out in traffic. Like, because out here you got to muscle your way in to the traffic there. And they usually won't, and people usually won't let them in. So then they're here forever. Then they start honking. It's funny. Watch. 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 Nope. حالا باید چیزی بگم ترجمهش این وقتی که از یه فرعی وارد خیابون اصلی میشی ماشینا معمولا باید لطف کنن راه بدن که بتونی بیای. معمولا هم یه چش تو چش میشی با راننده که بعد برو بگه چیز میکنی و خلاصه اون بهت لطف میکنه راه میده شما وارد اون خیابون میشی معمولا. من که اجازه میگیرم همیشه، یعنی هیچ وقت نمیرم جلوی ماشینی، من این حرکت اصلا دوست ندارم. معمولا اجازه میگیرم، طرفم میگه بفرمایید، منم با کمال افتخار میرم. این ماشینا چون راننده ندارن هیچکی بهشون راه نمیداد. این بود داستان این دست فرعی تو سان فرانسیسکو داشتن بنن خیابون اصلی و هیچ راننده‌ای به اینا راه نمیداد. پشت اینا ترافیک شده بود و بوق بود که اون منطقه رو برداشته بود. درست. حالا پارت دوش که حالا اینجا نیست من بهتون به صورت شفاهی توضیح میدم. آخر چی میشه؟ آخر یه ماشینی دلش به رحم میاد، اینم از این ماشینایی که مثلا مان شرکت ها هستن، نه ماشینای معمولی. درست. وای میسته یه دونه از اینا میاد و میره تو خیابون اصلی. بعد دوباره اینقدر بوق زده میشه یه انسان یعنی آدم میاد میره راه براش میگیره و این میگن خیلی خوبه ولی این بدیرم داره، برای اینکه خب خیلی راننده ها سوء استفاده میکنن دیگه، راه به این ماشینا نمیدن و اینا ترافیک درست میکنن. ولی در کل ببین راه حلش چیه؟ راه حل این به نظرم با یه آژیر براشون بذارن که مثلا یه صدایی یه چیزی ولی که ولی واقعا خب هیچ طریقی نمیتونه. نه بعد شروع کنن از روی تی وی ها تبلیغ بکنن که اینا اگه آژیر زدن به این بنده های خدا رحم کنین، مردم دلشون بسوزه به خدا، به خاطر اینکه خب اینجوری خیلی بده، یعنی یه موزل شده. داره. ولی اینقدر توش جالبه، اینقدر دیدنیه و اینا همه رو میگم ولی من سوارش نمیشم. نمیشه. شما میشی؟ من میشم. نه من نمیشم. من هواپیما که شما میرید سوار هواپیما میشی؟ بله. 90 درصدش رو اتوپایلوت داره انجام آره. میده. ولی بالاخره یه خلبان که داره. ولی اینی که هیچ کی توش نیست، شما میدی سوار میشینی خود مثل روح فرمونه میچرخه و میره با اینا، اصلا وحشتناکه. بله. یعنی من هنوز قدیمی فکر میکنم سوار نمیشه. خب درست میگید، ولی خب دیگه همینه دیگه، تکنولوژی جدیده. حالا تو ما بخوایم بهش عادت کنیم. حالا این ماشینای قول به تو میدم تسلا اولین ماشینی میشه که پرواز، البته آوردن ماشینی که ولی دیدم. بیشتر حالت درون داره. بله. ولی ماشینهای 100% همین آقای ایلان ماسک پشتش خواهد بود دیگه. بله. که ماشینایی که پرواز بکنه، که حالا ایشون البته ماشاءالله حالشون خوب شده دیگه. ما مانیتور درست نگاه میکنیم عزیزم، صد تا مانیتوره، بیا با هم نشون کنیم کدوم مانیتور رو نگاه کنیم. نه نشون، حالا که فقط نگاه کنیم فقط لذت ببریم. لذت بردیم. علی تمرین کنی اینجوری به رقص خیلی خوبه. نمی‌تونم شنگ می‌رسم. خیلی عالی.
یعنی اگه با هم بتونه کسی بزنه هر کسی درست کرده دمش کرد ولی آقای ایلان ماسک لکی شما نه آقای ایلان ماسک ادامه میدن آقای ایلان ماسک بله به زودی بله قدرتمندترین مرد روی کره زمین میشه. آها چرا؟ خیلی سمارت بود. حالا ما کاری نداریم. اگه میخوام مردم بفرسته مریخ؟ نه اون مریخش بیخیال. آه ببین تمام پول دنیا رو داشت. بله. ولی اون قدرتی رو که بعد الان قدرت هم توی وایت هاوس داشت رو نداشت. بله. الان تو دنیا قدرت داره. الان تو فرض کن پولدارترین مرد روی کره زمین باشی. بله. بعد بست فرند رئیس جمهور قوی ترین مرد روی کره زمین هم باشی. بله. بعد اون قوی ترین مرد روی کره زمین آدمیه که عاشق یه کسیه که مثل این، یعنی قشنگ میتونه بپیچونتش دو سوت. ایشون نبته که همچین آدم ساده نیستن آقای ایلان ماسک که کسی بخواد بپیچونه. نه ایلان ماسک ترامپ رو میپیچونه. آها بپیچونه که چه اتفاقی بیفته؟ بخاطر اینکه رئیس جمهور میخواد بشه بعدها. نه مسئله خیلی جریان بیشتر از یعنی آخ من ناخواسته نفهمیده باز افتادم تو چایی که نباید بیفتم. به خاطر اینکه دنیای فردای یعنی فردای ما بله. با AI کنترل میشه. بله هوش مصنوعی. هوش مصنوعی بله. و ایشون هم حرف اول رو میزنه تو هوش مصنوعی. بله. چون واقعا ایلان ماسک اعتقاد داره به این مسئله. بله. پس بنابراین بین این دو نفر اتفاق خوبی میتونه. اون قسمت رو من میپسندم. خدا رو شکر ایشون یه چیزو پسندید. ردشیم از روش. خوب رو آدم میگه خوبه. من چیزایی که میگم رو واقعا اعتقاد دارم که خوب نیست. حالا ولی این من فهم میکنم که با اینکه ایلان ماسک بزرگترین ضربه مالی رو به من زده چون من سهام استاک تسلا رو داشتم دو سال پیش. یک ضرر خودت به خودت ضرر زدی؟ خیلی خیلی وحشتناک. مثل اینکه میبونه که یه جا مثلا مواد مخدر میفروشن بنده برم مواد بزنم و حالا بچه بگم مواد فروشه عجب ضرری به من زد. آقا خودت رفتی یه حرکت ناشایست کردی و اون نتیجهش بوده و الان دوباره ببین الان این اعصاب به منه ها. یه تکشات به من بدی من با شما صحبت کنم. هر حرکتی که خوب هر حرکتی باعث بشه شما آدرنالین بدنتون به قول اون دوستمون یه جوری تلفظ میکرد بره بالا و حالتهای غیر طبیعی پیدا بکنید اشتباهه، بسیار اشتباهه، خیلی 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 اشتباهه. حالا میخواد خرید و فروش استاک باشه هر کاری که ریسک توشه اشتباهه و خیلی 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 اشتباهه. البته خیلی اشتباه نیست ولی خیلی اشتباه نیست. نه خب خیلی خیلی اشتباه. من خودم به هیچ عنوان آدم ریسک پذیر کسی که ریسک میکنه نیستم. هیچ وقت همه یه تخم مرغاتون رو توی یک سبد نگذارید. این دومین درس زندگی خودم یاد گرفتم به شما یاد میدم مادر. نه خب من ترجمهش کنم. اگه تخم مرغ تو جیبتون بذارید میشکنه. نه عزیزم تو یه سبد نذار تو چند تا سبد بذار که اگه یکی شکست اون سبد سالم باشه. شنیدی که میگن تو قماربازه وقتی میبازه چی میگه دیگه. حالا ما هم اینطوری بود دیگه. شما قمارباز هم شد سمو جریان رو طرف که میگه میگه که من نمیدونم مشروب داماد رفت سیگاری میگن که ایشون سیگاری هم سیگار میکشه. نه البته سیگار وقتی که مشروب میخوره مست میکنه سیگار پس مشروب هم میخوره. نه اما وقتی که مثلا
مواد میزنه، نمیدونم میره بالا میاد پایین ولی... و همینطور این داستانه داشتم شروع کرده نخواهد. ریسک نکنیم، این فکر بود. آقای عبدش ما راجع به یه مورد دیگه بیشتر نمیتونیم صحبت کنیم چون وقت برنامه‌مون به اجازه نمیده. اگه به ما باشه دوست داریم ساعت‌ها دوباره بشینیم با شما اینجا صحبت کنیم، ولی وقتمون اجازه نمیده و خیلی چیزا هستش که باید راجعش طولانی صحبت بشه. من در همین جا با یک آزمایش ساده با شما میخوام خدافظی کنم. شماره 4 رو نشون میدی؟ شماره 4؟ بله. معلومه چی هست؟ حالا صدا باز. یعنی واقعا شما میخوایید اصلا فهمیدید چی شد؟ کاسه کوزه ما بردم. مگه اینجا لابراتوریه عزیزانم؟ خواستید این کار انجام بدید؟ این بریزه من بخندم. کار دستی برای فرزندانتون، یه دونه بطری برمیدارید پر آبش میکنید، فقط تریکش اینه که پر آب باشه. یک عدد دستمال برمیدارید مادر به این حالت و این دستمال رو خیلی شیک و مجلسی میذارید روی این باطلتون. این اونجاش مسکه هوا داره که اگر ریخت من اینجا من رو سر شما میگیرم که بهت ثابت بکنم اوکیه. خب نو وی نو وی امکان نداره جدا. من به ترامپ رای میدم دفعه دیگه. نه اشتباه کردم ببخشید. استاک مارکت خط. نه قط قط خط خط ترامپ اوکی. تخم مرغا تو یه سبد. نه تو چی؟ نه اصلا نه تو چند سبد؟ هیچ وقت به حرف خانم محترمم گوش میدم. علکی نمیگم گوش میدم، با چماق گوش نمیدم، گوش میدم. بگو دیگه آماده است؟ نه گوش میدم گوش میدم گوش میدم. حزب اینو اون برای مهم نیست اصلا. هر کس حرف درست نه چاکر اصلا هر کس حرف درست زد من همون رو قبول میکنم. بله شما لزومن از همسرم هم حمایت های همه جانبه خواهم کرد. اگر اعتقاد داریم که میشه اصلا من چرا باید این چیزا رو به همه رو پس گرفتم؟ پس گرفتی بشه. ببین من اعتقاد دارم ولی اعتقاداتم ممکنه هر آن چیزی در ایش بیشاد شد. خیلی آخه قول دادم اون آخریش اصلا حاضرم خودم آب میزم اصلا با بطری میزم تو سر خودم. دیگه الان گفتی زب شد اونو دیگه نمیتونی پس بگیر. زشته برای کلیت. خیلی حالا ازت خواهش می‌کنم همه رو قسم بخور دست راستتو ببر بالا. قسم اوکی. پس ما باطل و آب پر میکنیم، بعد یه دستمال میذاریم روش و ایشون به همه این تعهداتش عمل خواهد کرد. اگر عمل نکنه دفعه بعد با خنجر میام. با اینا کاری نداریم. گفتی دست راست بردم بالا. من دیگه راست و چپ که دیگه تشخیص میدم که بعد اعلام بکنین راست دوربین یا راست آقای من عبدشا. نگفتیم من آقای عبدشا ببین اذیت نکن شما سرتو بیار همین جلوی رو کاسه بگی. خب حالا شما کن ببینم حالا این کاری کردی بعد برش میگردونی همه چیزایی که من گفتم ایمان بیارید به من. ایمان آوردی یا نه؟ اصلا ایمان مرسی تا شعبده بازی دیگر. حالا من یه چلنجی میخوام بکنم شما برنامه قبلی میلیون ها نفر دارن این برنامه رو نگاه میکنن. واقعا میگم توی شبکه فور یو. بله خب واقعا 5 تا فرمت داره پخش میشه دیگه. داره اشاره میشه. آلارممونم که زد شما رپاپ کنید. برنامه فور یو بعد ببینیم که روی از این بینندگانی که ما داریم چند نفر یه چالش تا دفعه دیگه من میخوام اعلام کنم واقعا ببینیم چند نفر اینستاگرام اضافه میشه که دوستان بیان. بیننده ها رو آره. میفرمایید بعد آقایون تشریف بیارن یا اینکه برعکسش بکنه. نه اصلا خانم ها آقایون بنده رو فالو بکنید، خانم هم آقای خانم بهاره که فالو بکنید. چرا ما تبعیض جنسیتی قائل نمیشیم؟ همه دوستای خوب
مگه اینجا گشت ارشاده که شما زن مردونش کاری شما اشتباه میکنی؟ چطور برای خودت همه بیان فالو کنن بعد به ما که رسید فقط آقایون نیان خانوما بیان؟ فر مجلس چیز شد؟ مجلس مذهبی شد یه دفعه؟ مجلس مذهبیه اصلا ما نه عزیزانم، من همه دوستای خوب اینستاگرام هم چه آقا چه خانم رو دوست دارم، همه شونم به من لطف دارن، شلام همیشه سالم باشن. برای چون کسانی که مایل باشن اسپانسر برنامه های شبکه فور یو و این برنامه و تلویزیون های فور یو باشن میتونن تماس بگیرن، هم با آقای علی مرشدی تلویزیون فور یو، همین که میتونن دی ام بزنن به یا بنده یا شما اگر که مایل باشن، و ما هم خیلی خوشحال میشیم که پرادکت ها و شرکت شما رو در این برنامه پروموت بکنیم. تا پنج شنبه دیگه همین موقع همین ساعت همین کانال، خدا یارو. ناگفته ها با مهران عبدشاه، میگی سلام مهمان این برنامه نوشافرین. هم گل آفتاب گردون میترسه دلم از نوشافرین، سکوت خود را میشکند. نازنین عاشق به دیدارم بیا که لاله. ناگفته های تلخ و شیرین در یک مستند دیدنی، برنامه جنجالی با نوشافرین، در گفتگوی خودمانی با بهارک و مهران عبدشاه. وسط داره میره دلم ذره ذره، نمیذارم این عشق دیگه ساده دره. تولیدی ماندگار از تلویزیون آی پی ام در شبکه های خب